من امین هستم، الان نزدیک به 10 سال به مسیح ایمان آوردم و الان چند سال به آلمان اومدم. من خب توی ایران همه مسلمونم و قاعدتا همه باید مسلمون باشن و اگه نباشی حکمش مرتد و اعدام هست و مجبور بودیم خودمون به عنوان یک مسلمون معرفی کنیم. اما آدم از دل و از وجود خودم همیشه یه سوال بود که چرا من باید دینی که پدر مادرم دارن من با انتخاب بکنم، یا پدر بزرگ و اجداد من داشتن با انتخاب بکنم، با وجودی که میدونستم خیلی چیزا توش غلطه و خیلی سوالا برای من همیشه مبهم بود. و موقعی که من رفتم به قرآن رو خوندم و خیلی چیزها در مورد قرآن صحبت کردم و اینا و دیدم خب یه چیزهای تناقض داره و به مغز من حداقل به عقیده من خیلی چیزها رو نمیتونم درک بکنم و دنبال این رفتم که دیدم خیلی چیزها به ما دروغ گفتن، یه شاید دروغ بوده باشه و این بود که من نمیتونستم دینی رو انتخاب کنم. توی اسلام حتی من نمیخوام کامل همین چیز رو با هم مقایسه کنم، اما خب توی اسلام این میگن که تو باید دنبال حقت باشی و حق تو بگیری و اگه کسی به حمله کرد تو هم باید بهش حمله کنی، یا مثلا اگه کسی و اما توی مسیحیت به من میگن که تو ببخش و اینجا این درس خیلی بزرگی بود که به من داده شد که من بخشنده باشم، چرا که خدایی که من آفریده اون پدر از من انتظار بخشش داره همونجور که من از خداوند انتظار بخشش دارم در برابر گناهانم. و به خاطر همین بود که این یکی از مسائل بود. مسائل دیگرش این بود که زنان، خب توی اسلام همیشه من میگفتم چرا باید زنان از خیلی چیزایی که مردا برخوردار هستن برخوردار نیستن و چرا همیشه توی چند تا از آیه از قرآن دیده بودم که گفته بودن زن میتونه مثل یک مال حساب بشه و این مهریه و این شیربها و اینا رو به عنوان این گذاشته بودن و به مثل یک مال میدیدن. اما توی مسیحیت همچی چیزی رو من ندیدم و احترام به زن بود، چون مریم خودش یک زن بود مادر مسیح و مهمه که احترام به همه گذاشته میشد در کتاب مقدس. من یک خاله دارم که در آمریکا اون مسیحیه و ایماندار خیلی قویه میتونم بگم. خب اون به برادر من تعلیم میداد و من از طریق خالم و دوستان برادرم که تو اون راه بودن آموزش دیدم و اینجوری شد که من یک روز دیدم اون راهی که دارم دنبالش میگردم و تو حدودی پیدا کردم، اما واقعا نمیدونستم این راه درسته یا نه. و اینجا من میخوام یه شهادت خیلی قشنگ بدم که من یک روز موقعی که توی گمراهی زندگی خودم بودم و نمیدونستم، مثل یک گوسفند گم شده که نمیدونست کجا باید بره چیکار باید بکنه، از خداوند خواستم، گفتم خداوند من نمیدونم اسلام چی درست میگه یا مسیحیت درست میگه و من به من یه راهی رو نشون بده که راه راستی و راه رسیدن به تو باشه. و خیلی جالبه که من همون یکی دو شب بعدش یه خواب دیدم، دو تا پنجره بود و این دو تا پنجره، من وسط این دو تا پنجره بودم، یکی از درای پنجره که رفتم نگاه کردم یه نور خیلی سفید بود که یه کتاب مقدس توش بود و یک نوری بود که یه اتاقی بود، یه پنجره بود که نوری توش نبود و هیچ چیزی توش نبود
و من دیدم که بین این دوتا مونده بودم که چی کار بکنم. گفتم یعنی چی خداوند تو راه رو به من نشون بده، و دیدم از توی اون پنجره سفید صدای از اون پنجره اومد که به من گفت امین بیا. و من اون لحظه بود که به سمت اون پنجره رفتم و دیدم آره کتاب مقدس و یه نور خیلی سفید، و من سمت اون پنجره رفتم و تو همون حالت من از خواب پریدم و خیلی گریه کردم و فهمیدم که خداوند راه رو به من نشون داد. و از همون شب من تصمیم گرفتم، اون گستان گمشده‌ای بودم که شبانم چوپانم، خداوند منو پیدا کرد و از اون موقع من به خداوند و مسیح ایمان واقعی و قلبی دادم، آوردم و قلبم رو به مسیح دادم و خوشحالم که الان یک مسیحی هستم. زمانی که من مسیح رو نمیشناختم خیلی عصبی بودم، به همه چیز شک داشتم، به همه چیز بدگمان بودم، به یه چشم خاص نگاه میکردم که حس میکردم همه از دید من آدم هایی هستن که میخوان به من ضربه بزنن و خیلی گناه خیلی زیاد داشتیم. نمیتونیم بگیم که بدون هیچ چیز بودیم. زمانی که من مسیر رو شناختم شاید میتونم بگم تولد و از موقع که اسم تولد تازه میاد من میتونم اینو حسش کنم و واقعا من متولد شدم. من از یه امین پرخاشگر، از یه امینی که شاید هزاران گناه داشت و هزاران مشکل داشت، تبدیل شدم به یه امینی که صاحب راه شد و به جز خداوند و به جز پدر و به جز کتاب مقدس روح القدس از هیچ چیزی پیروی نمی‌کرد و اون زندگی منو باز کرد و من زندگی که الان درش هستم مدیون خداوند و کتاب مقدس و روح القدس هستم که واقعا زندگی من تغییر داد. و خوشحالم که الان توی این زندگی من میتونم بگم چوپانی دارم، پدری دارم که قدرتمندترین پدر دنیاست و میتونم تمام خواسته هام و تمام مشکلاتم رو بهش بگم و میتونم از گناه دور باشم و راه هم رو پیدا کردم. من خیلی مشکلات داشتم توی کشوری که مسلمان باشی، کشور مسلمان باشه و تو بخوای مسیحی بشی و بخوای بشارت بدی. چون من توی ایران بشارت، موقعی که مسیح رو شناختم شروع کردم به بشارت دادن با وجود که خودم نوکیش بودم. خیلی جالب بود، مثلا میگفتن تو خودت چقدر وقت مثلا مسیحی شدی؟ مثلا میگفتم شاید درد 5-6 ماه. اما مثلا میگفتن خب 5-6 ماه، میگفتم منم نوکیشم. اما یه چیزایی رو که میدونستم از خب توی ایران نه کلیسایی وجود داره، نه هیچ چیزی وجود نداشت. من از شبکه‌های محبت، شبکه‌های سوین، کشیش هرمز، کشیش رسول، خواهر روزتا و خیلی کسای دیگه که محبت، نجات و شبکه سوین و خالم تعلیماتی میگرفتم با وجود که خیلی سخت بود توی ایران که بخوای این تعلیمات رو بگیری. اما با این وجود بازم من کتاب مقدس رو گیر آوردم، خوندم و شروع کردم به بشارت دادن به دوستان خودم، دوستان نزدیکم. و خوشبختانه 5-6 نفر تو اون مدت مسیحی شدن و الان هم مسیحی هستن، ایمان دارن تو همون ایران و این خیلی خوشحال کننده است برای من که تونستم یک راهی برای خداوند بردارم. اما اینکه خب من ایران، رژیم ایران خیلی بدبختی ها به سر من آورد، خیلی پامو شکن، پامو سوزون. بازم با این وجود خیلی مشکلات برام پیش اومد، اما که خیلی چیزایش بخوام بازگو کنم خیلی زیاده و نمیشه همین چیز بازگو کرد. اما اینو میخوام بهتون بگم که همینجا دارم اعلام کنم که همیشه خداوند با من بود، خداوند با من بود، هست و خواهد بود. و من اینو واقعا میتونم بگم با گوشت و پوست و سخونم اینو حس کردم. زمانی که من اومدم آلمان هیچ کسی رو نداشتم و گفتم خداوندا من به نام تو اومدم توی این کشور و به نام تو اینجا هستم، پس تو به من کمک کن. و دقیقا انگار خداوند مثل یه
پدر که دست فرزندش رو میگیره و ببخشید من یکم احساساتی شدم، اما مثل یک پدر که دست فرزندش رو میگیره، دست منو گرفت و تا الان دست منو ول نکرده. چون دستمو من اعتقاد دارم هر کسی دستشو به سوی پدر بلند کنه، پدر دستمون رد نخواهد کرد. و همینجوری که خداوند پدر میگه اگر تو یک قدم به سمت من بیای، من 10 قدم به سمت تو میام، واقعا همین هست. شما اگه دستتون رو به سمت پدر بلند کنید و خدا پدر همه جوابهایی که باید بهتون بده بهتون میده و دستتون رو میگیره. اینو مطمئن باشید.